نخست وزیر استرالیا به دنبال انتشار گزارشی در خصوص حادثه گروگانگیری در سیدنی آن را معلول کوتاهی نظام قضایی و امنیت این کشور خواند. با انتشار این گزارش تحقیقی و با هیولا خواندن عامل این گروگانگیری به طور تلویحی از سخت‌تر کردن قوانین مهاجرتی به این کشور خبر داد. تونی ابوت گفت خیلی به سادگی باید گفت این هیولا نمی باید در بین جماعت ما حضور می داشت. باید اجازه ورود به کشور، آزادی به قید وثیقه و دسترسی به سلاح را نمی داشت و افراط‌گرا نمی شد. عامل ایرانی حادثه گروگانگیری هارون مونس به همراه دو گروگان در 15 دسامبر و با یورش پلیس کشته شد. قوانین پناهندگی و مهاجرت به استرالیا که سخت‌تر شده است به دنبال این حادثه به دست یک پناهنده ظاهراً نامتعادل ایرانی سخت‌تر هم می‌شود.